سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. دوستان امروز میخوام یک گفتگوی خودمونی با هم دیگه داشته باشیم و راجع به یک موضوع مهمی به شما سه چهار تا نکته بگم. موضوع از این قراره که خیلی به ما مسیج میزنم میگن آقا ما تازه با مفهوم بورس آشنا شدیم، خیلی مفهوم جذابیه، میخوایم این کار رو یاد بگیریم، به نظر شما از کجا شروع بکنیم که بتونیم به موفقیت برسیم؟ ببینید، شما حتما سه چهار نکته رو باید دقت بکنید. نکته اول، تو هر کاری که میخواید برید موفق بشین حتما به سورس اون کار وصل بشین. اگر میخواید برید تنیس یاد بگیرین، سعی کنید یکی از بهترین تنیس بازا رو پیدا کنید، باهاش تمرین کنید تا تنیس باز خوبی بشید. اگر میخواید پیانو یاد بگیرین، یه سورس خوب واسه پیانو نواختن پیدا بکنید، یه مربی خوب تو این کار، یادم با تجربه، یادم که مسیر رو رفته، یکی که موفق بوده. خب تو همه کارا صدق میکنه. نکته دو اینه که سعی بکنید آپدیت باشین. یعنی ببینید، مثلا یکی میاد میگه آقا من ویدیوی 3 سال پیش شما رو دیدم. من میگم خب دوست من، فکر میکنی من از 3 سال پیش تا الان که هر روز توی این کار خودم هستم هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتم؟ مسلما منی که تو کارم درگیرم، اگر دارم هر روز این کار رو انجام میدم، یه عالمه مطالب جدید یاد میگیرم. اگر امروز یه دانشجوی از من سوال بپرسه، من بر اساس علم امروزم جواب میدم، نه بر اساس علم 3 سال پیشم. خب اگر میخواید چیزی یاد بگیرین، به سورسش رجوع کنید و اطلاعات روز رو بگیرید. تو خیلی از کارهای اطلاعات روز مهمه، مخصوصا تو کار بورس. بورسی که هر روز بازار داره آپدیت میشه، شما نمیتونید مثلا با ویدیوهای 10 سال پیش یا با کتاب مثلا 10 سال پیش یاد بگیرید. ببینید، نمیگم علم 10 سال پیش باطل میشه، چرا؟ کتاب جان مورفی سالها پیش نوشته شده، هنوز که هنوزه کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در دنیای بورس. خب ولی وقتی شما میخواید با یه استاد کار کنیم، اون استاد هر روز تو بازار داره اخبار جدید میشنوه، داره شرایط جدید میبینه، داره واکنش های بازار رو تو موقعیت های مختلف میبینه، یه عالمه تجربه کسب میکنه که میتونه به شما منتقل کنه. اگه خودتون از این تجربه محروم بکنین، در واقع چیز بسیار بزرگ و با ارزش رو دارید از دست میدید به راحتی. ساده انگارانه است که یه کسی بگه آقا من یه کتاب میخونم میرم پول در میارم، یا مثلا یه دو تا ویدیو تو یوتیوب میبینم میرم پول در میارم. پس یک، سورس رو پیدا کنید، به سورس وصل بشید. دو، حتما حواستون باشه که آپدیت باشید. سه، تمرین بکنید. ببینید دوستان، خیلی ها دوست دارن میان تو بازار بورس، مثلا طرف میگه آقا من 5 میلیون تومان بذارم میتونم ماهی 1 میلیون بردارم. نه، واقعا اینطوری نیست که شما روز اول 5 میلیون بذارید 1 میلیون بردارید. تمرین میخواد، تکرار میخواد تا راه بیفتید. مثل پیانو زدن که تمرین و تکرار میخواد، مثل ورزش کردن که تمرین و تکرار میخواد. هر کاری با تمرین و تکرار به موفقیت میرسه. ولی حواستون باشه، اگه شما یه کاری رو شروع نکنی، خب هیچ وقتم به موفقیت نمیرسی. ولی وقتی که شروع میکنی، روز به روز بهتر میشی، بهتر میشی، بهتر میشی. شاید اون وسط چند بارم زمین بخوری، بلند شی، چند بارم ناامید بشی، ولی ادامه میدی تا اینکه یه روز میبینی که تمام این مسیری که طی کردی، تمام تجربیاتی که کردی با هم دیگه چفت میشن و در نهایت شما رو به موفقیت میرسونن. این نکته سوم. من نکته چهارم که خیلی مهمه، یه مثال از خودم براتون بزنم. من قرار بودش که یک هفته دیگه با دوستامون بریم ونیز، جای شما خالی، شهر بسیار زیبایی، و دوست داشتیم بریم یک هفته اونجا استراحت بکنیم. اما یهو متوجه شدم از طریق اینترنت که یکی از استادایی که من خودم خیلی چیز ازش یاد گرفتم و به شخص زندگی من رو تغییر داده، هفته آینده 2 روز ورکشاپ داره تو لندن. من به دوستام مسیج دادم که آقا من این سفر رو ترجیح میدم نیام، دوست دارم که این ورکشاپ رو برم و ورکشاپ رو ثبت نام کردم. دوستان گفتم خب من ول کن، حالا یه سفر میریم میایم، فوقش میریم مثلا ویدیوهای یوتیوب این استاد رو میبینی دیگه، یا نه استادی که نمیمیره 6 ماه بعد برمیگرده لندن، خلاصه دوباره وبیناری سمیناری چیزی میذاره، ورکشاپ میذاره. من گفتم ببین، اتفاقا سفر ونیز همیشه هست، ولی این استاد رو من اگه هفته بعد برم سر کلاس شرکت بکنم، 2 روز بعدش میتونم شروع بکنم چیزی که یاد گرفتم تو ورکشاپ رو تو زندگیم پیاده بکنم، پیشرفت کنم و رشد کنم. اگه بخوام 6 ماه صبر بکنم تا اینکه ورکشاپ بعدیش باشه، من پیشرفت کردن خودم و من رشد کردن خودم رو 6 ماه عقب انداختم. این بزرگترین اشتباهیه، بزرگترین خیانتیه که ما آدم‌ها در حق خودمون میکنیم، که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، به سمت یه هدفی بریم، ولی شروع نمی‌کنیم. واسه این شروع کردن میگم حالا وقت هست دیگه، حالا هفته بعد شروع میکنم، حالا دوشنبه، حالا ماه بعد، حالا بذار این مثلا مراسم بگذره، حالا از سر عید شروع میکنم. دوستان عزیز من، این کار رو نکنین، این اشتباه رو نکنین، این خیانت رو در حق خودتون نکنین. ببینید تو زندگی چه هدفی دارین. هدفتون اینه که مثلا پول بیشتری به دست بیارین، هدفتون اینه که آدم موفقی بشین،
میخواین مثلا برای پدر و مادر پیرتون یه خونه ای بخرین که اونا راحت باشن، دوست دارید مثلا برای خواهرتون یه جهیزیه تهیه کنین، دوست دارید واسه پول دانشگاه خودتون مثلا پول جمع بکنید واسه شهر دانشگاهتون که بتونید برید مثلا فوق لیسانس بخونید، دوست دارید مهاجرت بکنید، ببینید واقعا هدفتون چیه. هر چی که اون هدف هست احتمالا پول لازم داره و اون پول رو باید برین به دست بیارین. اینکه خب حالا الان دانشگاه نمیرم فوقش یه سال بعد میرم، حالا الان مهاجرت نمیکنم تا ایشالله سه سال بعد پول جور کنم، حالا ایشالله حالا ایشالله، چش به هم میزنی میبینی روزها و هفته ها ماه ها میگذره. متاسفانه ما آدم ها اصرار عجیبی داریم به شکل ناخودآگاه که تو شرایط فعلی باقی بمونیم. چرا؟ چون راحتیم. ما آدم ها راحتیم که تو همین شرایط خودمون بمونیم، دوست نداریم خودمون رو به سختی بندازیم. تغییر کردن برای ما آدم ها سخته و ما به روزمرگی ها عادت میکنیم. ما عادت میکنیم که 8-9 صبح بیدار شیم، مثلا 8 صبح از خواب بیدار شیم، بزنیم بیرون بریم ساعت 9 صبح سر کار تا 5 غروب، حتی گاهن 6 غروب کار بکنیم، بعد یک ساعت یک ساعت و نیم تو ترافیک باشیم، برسیم خونه 7:30 شب خسته کوفته له، یه شامی بخوریم یه تلویزیونی ببینیم دیگه دوباره بخوابیم، فردا صبح دوباره بریم سر کار و خوشحال بشیم که هفته بعد مثلا چه میدونم عید قدیر تعطیله، یه مثلا پنجشنبه جمعه میتونیم بندازیم بریم شمال. همین. خب چی؟ آیا شما با این روندی که صبح پا میشی میری سر کار، شب برمیگردی خونه خسته میخوابی و این کارو ادامه میدی تا مثلا عید قدیر بشه تعطیلی بشه بری شمال، آیا داری به هدفت نزدیک میشی یا فقط داری روزاتو میگذرونی؟ آیا واقعا داری به اون هدفی که داری مثلا جمع کردن پول واسه خرید خونه است، جمع کردن پول واسه رفتن به دانشگاه، واسه مهاجرت کردن، آیا واقعا داری تو اون راسته حرکت میکنی؟ یعنی که نه، داری اینطوری واسه خودت زیگزاگ میزنی، یه روز خود این ولی یه روز خود اون ولی، هدف اون سمته، اصلا به اون سمت حرکت نمیکنی. این متاسفانه بزرگترین معضل شخصیت آدم هاست که عادت میکنن به روزمرگی ها. عادت نکنید به روزمرگی ها. اگر میخواین کاری رو شروع بکنید از همین امروز انجامش بدین. چه اشکالی داره همین الان که این ویدیو رو دیدین هدف چیه؟ همین امشب استارتشو بزن، همین امروز استارتشو بزن، بشین بنویس رو کاغذ ببین چی میخواد این هدفه، قدم اول چیه، قدم اول امروز بردار. شاید در شروع نتونی قدم بزرگی برداری، شاید نتونی با سرعت حرکت کنی، طبیعیه. ما آدما وقتی که بچه بودیم میخواستیم راه رفتن رو یاد بگیریم، به زحمت بلند میشدیم بعد میخوردیم زمین. احتمالا دور و برتون اگه بچه دیده باشین دقت بکنید همینه، بچه 4 دست پا داره بلند میشه، به زور خودش رو از زمین بلند میکنه که راه بره، دو تا قدم میره میخوره زمین، ولی خسته نمیشه، ولی ناامید نمیشه، شکست رو قبول نمیکنه، بچه باز تلاش میکنه تا پاشه، میره دستش رو به یه کمدی میزی چیزی میگیره خودش رو بلند میکنه. چرا ما یادمون رفته بچگی هامون؟ ما زمانی که بچه بودیم با هر زحمتی بود، هر چقدر زمین می‌خوردیم باز بلند می‌شدیم که حتما راه بریم و بعد بدویم. چرا امروز به راحتی از هدفمون دست می‌کشیم؟ چرا اجازه میدیم که اسیر روزمرگی‌ها و شرایط روز زندگیمون بشیم؟ من میدونم شرایط روزمره به هر حال شرایط آسونی نیست و باید سر کار رفت، باید کار کرد، باید پول درآورد، باید اجاره خونه داد، همه اینها هست، ولی یادتون نره که شما برای چی میرین سر کار، اصلا برای چی صبح از خواب بیدار میشین؟ برای اون هدف است. همین امروز شروع بکنید به سمت اون هدف حرکت کنید. اجازه ندید حتی یک روز فاصله بیفته بین شما و رسیدن به هدفتون. این برای من دلیل محکمیه که من مسافرت ونیز رو تعطیل کنم. بگم آقا ونیز همیشه هست، ولی استادی که میتونه باعث پیشرفت من بشه این هفته داره میاد لندن، من باید اونجا باشم و تو اون تعامل نزدیکی که من میتونم با استاد داشته باشم خیلی چیزا یاد میگیرم، خیلی فراتر از این که بخوام کتاب اون استاد رو بخونم، خیلی فراتر از این که بخوام یه ویدیو یوتیوب از اون استاد ببینم. ویدیو یوتیوب هست، کتاب هست، ولی هیچ چیزی مثل اینکه شما به سورس مستقیم وصل باشید، باهاش تمرین بکنید، علم آپدیت شده امروزش رو بگیرید و از همین امروز هم اجراش بکنید، باعث موفقیت شما نمیشه. این 4 تا شرطی گفتم رو اگر اجرا بکنید من بهتون قول میدم که شاهد تغییرات بزرگی تو زندگیتون هست. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم، خیلی دوستتون دارم، ان شاءالله که موفق و ثروتمند بشید.